دمباش نافيمن إلها أجروج أباها خواهران و برادران سلام من ایمان هستم از کشور عراق در هشتاد بخم زندگی میکنم میخوام با شما درباره یک موضوع خیلی مهم و سخت صحبت کنم در مورد خشونت در خانواده مردم زیادی با خشونت در خانواده روبرو هستند مثل خانم ها آقایان بچه ها و خیلی از مردم میترسند درباره این موضوع صحبت کنند به خاطر دلایل وجود دارد مثل فرهنگ ترس از همسر ترس از تنها بودن امروز میخوام برای شما یک خانم شجاع معرفی کنم که تجربه خودش برای ما صحبت کند Also ich habe als Kind häusliche Gewalt erlebt mein Stiefvater hat meine Mutter من به عنوان یک بچه با خشونت خانگی زندگی کردم پدرخوانده من مادر من رو کتک می‌زد و به همین خاطر اون برای محفوظ بودن به پناهگاه بانوان رفت. به عنوان بزرگسال من به وسیله دوست پسرم مورد خشونت خانگی قرار گرفتم. منم وسایلم رو جمع کردم بعد بچه‌هام با پلیس تماس گرفتن و پلیس اومد. با 4 نفر نیرو که 1 نفرشون مواظب بچه‌های من بود و 3 نفرشون اونو دستگیر کردن. بعدها اون دوباره 1 روز اومد و معذرت خواهی کرد و گفت من دیگه این کارو نمی‌کنم. و برای نصف سال همه چیز خوب پیش رفت. تا اینکه پسرم یه کاری با کمد کرد که برای دوست پسرم ناخوشایند و اون پای چشم پسرمو کبود کرد. من رفتم پیش دکتر کودکان و دکتر پرسید برای چی پای چشم اون کبود شده و من ماجرا رو برای دکتر توضیح دادم و دکتر با یونگت امت تماس گرفت و اونا گفتن که این خشونت خانگی بوده یونگت امت به من گفت یا اون باید بره یا بچه هات و خب من اون موقع علیه اون تصمیم گرفتم و از اون موقع خدا رو شکر دیگه نیست oder meine Kinder und dann habe ich mich gegen ihn entschieden seitdem ist auch Gott sei Dank raus خیلی ممنون زبینه که شما بر ما از تجربه شخصیت رو به ما گفتی خشونت خانگی به چه معناست häusliche Gewalt bedeutet خشونت خانگی یعنی هر گونه از خشونت های بدنی روانی جنسی یا اقتصادی به این معنی که خشونت نه تنها خشونتی است که علیه کودکان و جوانان انجام میشه بلکه خشونت بین ازواج و والدین نیز از این دست است. چه مراجع ارتباطی وجود دارد؟ من تصور میکنم که این همیشه کار درستیه که با پلیس تماس بگیرین چون که میتونن کار حفاظت رو به عهده بگیرن و خشونت رو به پایان برسونن. اما این امکان نیز وجود داره که در موارد سخت و دشوار به دادگاه خانواده مراجعه کنین تا به اصطلاح یک راهکار یا فرایند ضد خشونت دریافت کنین. این به این معنیه که مجرم عملا برای مدت معینی فرصت تماس با سایر اعضای خانواده رو نداره. البته که میتونید همراه با خانواده به پناهگاه بانوان برید یا به یونگن امت مراجعه کنید تا گزینه‌های مراقبتی بیشتری به شما پیشنهاد بشه. یونگن امت چه میکنه؟ وقتی که خشونت خانگی آشکار میشه این به این معنی نیست که ما به سادگی کودک رو از خونه دور میکنیم بلکه ما بیشتر به این سمت میریم که پیشنهادات نگهداری و حفاظت زیادی مطرح کنیم تا این کشتی غرق شده رو نجات بدیم برای ما همیشه مهمه که با رفتار خانواده ها کار کنیم چون مسلما میخوایم کودکان و جوانان با خانواده هاشون زندگی کنن اولین کاری که میتوانم انجام دهم چیست؟ آسیب دیدگان خشونت خانگی به عنوان اولین قدم بایستی شجاعت اینو داشته باشن که درباره اون حرف بزنن. این در اصل
اولین قدم هست. شجاعت این رو داشته باشن که با دوستان یا با کسی که به اون اعتماد دارن صحبت کنن و بعد از اینکه شجاعت بیشتری رو کسب کردن که در این باره صحبت کنن، دنبال یک مرکز مشاوره باشن که در واقع یک نفر که حرفه‌ای هست و در این زمینه تحصیلات داره، در قدم بعدی بتونه اون شخص رو به صورت حرفه‌ای راهنمایی کنه. مشاوره به چه صورت انجام می شود؟ Also die Beratung kann definitiv in mehreren Sprachen stattfinden. مشاوره میتونه بدون شک در زبانهای گوناگون انجام بشه. مراکز مشاوره مخصوص زنان هستن. مخصوص کسانی که آسیب دیده هستن. اونا بیشتر مخصوص آسیب دیده هستن تا بتونن به اجرای حقوق آسیب دیدگان بپردازن. اونا محرمانه هستن. یعنی هر آنچه در اونجا مورد بحث قرار میگیره به بیرون از اونجا درز پیدا نمی کنه، مگر اینکه در این زمینه به نحو دیگری توافق شده باشه. پیشنهادات ارائه شده توسط مراکز مشاوره از دیگر ادارات و نهادها مستقل هستند. پلیس و یونگن امت چه نقش هایی دارند؟ Wenn in der Familie häusliche Gewalt gegeben hat in Anwesenheit der Kinder. وقتی در خانواده خشونت خانگی در حضور بچه ها رخ میده و پلیس در اونجا حضور داره، در این باره یک گزارش توسط پلیس ثبت خواهد شد و به یونگند امت اطلاع داده خواهد شد. و یونگند امت موظف است، این در واقع خودسرانه نیست، موظف است که به خانواده مراجعه کنه و قرار گفتگو گذاشته بشه و آگاه بشه از اینکه در واقع شرایط چگونه بوده، تا مشاهده کنه که آیا احتمالاً کودکان شاهد همه چیز بودن و با چشم خودشون دیدن که مثلا آیا مادر مورد ضرب و شتم بوده و امثال این. بنابراین یونگند امت بایستی شخصاً موقعیت رو ببینه و بررسی کنه و برای خودش یک تصویر ایجاد کنه و بسته به آنچه که یونگند امت در این بحث ها متوجه میشه، خانواده ها برای مشاوره به ما ارجاع داده میشن. اگر کودکی تحت تاثیر خشونت خانگی قرار گرفته باشه، چه خودش آسیب دیده خشونت خانگی باشه، چه خشونت خانگی علیه مادر انجام شده باشه، این به این معنی نیست که به صورت خودکار کودکان از خانواده جدا خواهند شد. امیدوارم توانسته باشیم شما را تشویق کرده باشیم. اگر شما با خشونت در خانواده روبرو هستید، کمک بگیرید. وارد عمل شو، برای خودش، برای خودتون و بچه هاتون تا زندگی آرامی داشته باشید. خدا نگهدار.